بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب نواقض الإسلام. نواقض يكم، در عبادت الله شريك آوردن. الله تعالى می فرماید به درستی الله کسانی را که به او شریک آوردن نمی آمرزد و همه گناهان دیگر را برای هر که بخواهد می آمرزد. سوره نساء آیت 116. و الله تعالی می فرماید به درستی شخص به الله شریک می آورد، پس الله به او جنت را حرام گردانیده و بازگشت آن دوزخ است و از برای ظالمان یگان یاری دهنده نیست. سوره مائده آیت 72. و از همین قبیل است به مردگان دعا و مراجعت و فریاد رسی نمودن و برای آنها نظر قربانی کردن و مانند این. نوعهای شرک. یکم، شرک اکبر. و این مقصد مؤلف رحمه الله و حقیقت آن است که اعتقاد نماید که در عالم برای غیر الله تصرف پنهانی است، یا در دست او جلب منفعت ها یا دور ساختن ضرر هاست. دوم، شرک اصغر. و حقیقت این است که آن چیزی را که الله تعالی سبب قرار نداده است سبب قرار دهد، و در آن چیزی که وسیله به سوی شرک اکبر باشد، از آن شرک اصغر است. شرک اکبر از دین خارج می سازد، تمام عمل را باطل می سازد، خونش مباح گشته و مالش از آن حاکم می شود، سبب دائمی در جهنم ماندن است. هرگاه شریعت آن را شرک اکبر خوانده باشد، هرگاه لفظ شرک یا کفر در نسهای شریعت معرف و الیف و لام آید، پس آن شرک اکبر است. شرک اصغر. شرک اصغر از دین خارج نمی سازد، تنها عمل خاص را باطل می سازد، خون و مال را مباح نمی گرداند، سبب دائمی در جهنم ماندن نمی شود، هرگاه در شریعت اصغر نامیده شود و در آن چیزی که شریعت شرک یا کفر گفته است و آن را به الیف لام تعریف معرف نگردانده است. سوال: آیا شرک اکبر بخشیده می شود؟ جواب: هرگاه بر آن بمیرد بخشیده نمی شود. و از روی فرموده او تعالی، البته الله این را که به او شرک آورده شود نمی بخشد، و هرگاه از آن توبه کند برای او بخشیده می شود. از روی فرموده او تعالی: ای پیامبر، از جانب من بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کردید، از رحمت من ناامید نشوید، همانا الله همه گناهان را می بخشد، یقینا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و تا زمانی که آفتاب از مغرب نبراید، از روی فرموده او صلی الله علیه و سلم هجرت قطع نمی شود تا که توبه قطع شود، و توبه قد نمی شود تا که آفتاب از مغرب براید، یا او را وفات حاضر شود، یعنی خیرخیری پیش از مرگ. الله تعالی فرمود: و برای کسانی که کارهای بد مرتکب می شوند تا وقتی که مرگ یکی از آنان فرارسد می گوید اکنون توبه کردم. توبه نیست. اقسام حرام شده ها. یکم، شرک اکبر و آن بالاترین حرام شده ها است. دوم، شرک اصغر و آن پایانتر از شرک اکبر است و بالاترین گناه کبیره است. سوم، گناه کبیره و آن هر گناهی است که برای آن عقوبت خاص ترتیب داده شده است، مانند مورد لعنت و راندن قرار گرفتن، یا بیزاری از فاعل آن، یا اینکه او از جمله کافران یا مشرکان است، یا از مؤمنان نیست، یا به قبیح‌ترین حیوان‌ها تشبیه شده است. گناه‌های کبیره و عدد آن شماریده نشده است، لیکن آن به قاعده در بالا ذکر شده محدود است. حکم گناه کبیره و فاعل آن: مؤمن کم ایمان است. مؤمن است به خاطر ایمانش و فاسق است به سبب گناهش. به خاطر ایمانش دوست داشته می شود و به سبب گناهش بد دیده می شود. در حال ارتکاب کبیره به او نشسته نمی شود. گناه های کبیره
و مرتبه های آن گناه کبیره و مرتبه های آن گناگون است. از روی فرمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین گناهان کبیره، گناهان کبیره و حکم آن ضروری است که توبه کند. از روی فرمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم نوحگر هرگو پیش از مرگش توبه نکند. و در حدیث دیگر فرمود هرگو از گناه کبیره بپرهیزد. چهارم احکام حرام شده ها گناهان صغیره و آن هر چیزی است که شرع آن را حرام گردانیده و بر آن عقوبت خاص ترتیب داده نشده است. احکام ذبح کشتن مال یکم برای الله و این روا است و از جمله آن حدی که حاجی در روز عید قربان میکشد و قربانی و صدقه ها است. دوم از روی محبت و تعظیم برای غیر الله کشتن و مقصد مؤلف همین نوع ذبح است و آن شرک اکبر است، مانندی برای جن و مردگان ذبح کردن. سوم ذبح مباح، مانندی ذبح گوسفند برای گوشت و اکرام مهمان و تجارت و غیر آن.